درسته. باری کلا پریسا، خیلی خوبه. دفتر چه روی میز نیست؟ اینه دفترت؟ اینه؟ چرا پاره است؟ چقدر کثیفه. پریسا دفترت رو بده ببینم. تو از روی پریسا نوشتی یا اون از رو تو؟ خب معلومه دیگه. مینا بازم؟ گفتم بازم؟ خانم خودمون حل کردیم. دروغ نگو، کور که نیستم. هم حل مسئله هم غلطاتون عیناً همه. من با تو چیکار کنم مینا؟ آخه نداره. خانم به خود خودمون حل کردیم. هم دروغ میگه هم قسم دروغ میخوری؟ دیگه هیچ بهانه ای رو قبول نمی کنم. چند بار گفتم برگاهی امتحانی تو پدر مادرت باید امضا کنن بیاری؟ بچه ها گفتم یا نگفتم؟ آخه نداره. دیگه نمیخوام یه کلمه ازت بشنوم. باز لابد میخوای دروغ سرهم کنی. مامانم مریض بوده، بابام شهرستانه. مینا من با تو چیکار کنم ها؟ چرا اینقدر دروغ میگی؟ به به، نابغه ریاضی هم که اینجا نشسته. حالا وقتی فرستادم یه کلاس پایین تر، اون وقت میفهمی تکلیف شب یعنی چی؟ بیا تا یه چیزی هم میگی زود اشکاشو سرازیر میشه. خودتو لوس نکن، اشکاتو پاک کن. گفتم اشکاتو پاک کن. منو نگاه کن مینا، منو نگاه کن، اشکاتو پاک کن. من واسه خودت میگم، میخوام یه چیزی یاد بگیری. من مادرشم خانم بود، بابای کار بود نتونست بیاد. خانم ملکی، دختر شما فقط 10 سالشه. با صحبتهایی که من با دخترتون داشتم متوجه شدم شما خیلی باهاش تند رفتار میکنی. خب طبیعیه که اون از خونه گریزون باشه. قربون شکل ماهت، من مشاورم. خانم مشاور، قربون شکل ماهت برم. ببین دستم همینجور داره میلرزه. آخه این دختره برپریده اومده پیشه شما از من شکایت کرده؟ اصلا بحث خدا شکایت نیست. خدا شاهده از صبح تا شب همه کارهای خونه رو میرسم، نمیذارم این دختره دست به سیاه و سفید بزنه. ببینید دختر شما به محبت شما محبت داشته. چیه خانم جان؟ محبت چیه ها؟ پدرش که از صبح تا شب تو کارخونه زحمت میکشه. منم ببین این همه پولا رو آوردم چیکار کنم؟ اومدم سبزی، باقالی، لوبیا میخرم، اینا رو پاک میکنم میدم مردم. پول میگیرم دفتر مداد، اینا رو کی میخره؟ محبت چیه ها؟ لباسشو من میشورم، رخت خواب شما اجازه میکنم. اجازه بدید. اجازه بدید. خسته و مرده شب میگیرم میخوام. ببینید بچه ها مسئول موقعیت شما نیستن. ما بچه بودیم اینجوری با همون رفتار میشد؟ خب بچه‌ها امروز فرق میکنن. بچه‌ها امروز آگاه‌ترن. بچه نباید احساس مسئولیت کنه تو خونه؟ اگر شما ارتباط درست با دخترتون برقرار نکنید، اون تکیه‌گاهشو بیرون از خونه جستجو کنه. ارتباط درست چیه؟ شما فکر می‌کنید من بچه‌مو میزنم؟ خدا شاهده اگه دست روش بلند کنه. من خودتو کوچولو رو میزنم. اجازه بدید. باباش کارگره، خسته است. حتما اومده شکایت کرده گفته من میزنم. باباش کارگره، مرد هرس داره، میدونی؟ آخه من 3 تا دختر دارم، من بچه دار پسر یعنی سردار نشدم. به خاطر همین باباش گاهی اوقات هرسشو سر بچه ها داره. خیلی خوب خانم مینا، منم خیلی خوب. خیلی خوب، به من اجازه بدید. با اجازه. خواهش میکنم. پس سعی کنیم بیشتر بشه ما بریم. بزن دست این با این کارو نکنید. خواهش میکنم. دیگه جون شما جون این بود. حتما. خدا نگهدار. چطوری مریم جون؟ خوب نیستم. راستش خیلی بده. چی شده؟ از دست خودم عصبانیه. میتونم کمکت کنم؟ آره. ببین خانم عزتی گفت تو امروز میری سر کلاس 3-3 به جای معلم علوم. آره. پس گندکاری منو ماسمالی کن. چه گندی زدی؟ نمیدونم، یه دختری از سر اون کلاس به نام مینا اکبری، نمیدونم میشناسیش. من امروز خیلی بد باهاش رفتار کردم، یه جوری از دلش در بیار. چی شده بود؟
ببین تکالیف ریاضیشو درست انجام نمیده، از رو دست این و اون مینویسه، تقلب میکنه. خب منم به تب باید تنبیهش کردی؟ نه، فقط گفتم میفرستم دیگه کلاس پایین تر. خب این ما چی کار میکردم؟ آخه تکالیفشو درست انجام نمیده. هر موقع میگم پدر مادرت باید بیان مدرسه، ازشون خبری نیست. مثل که اصلا یادداشتای منو به اونا نمیده. برای اینکه هر دوشون فوت کردن. چی؟ مینا اکبری با مادر بزرگش زندگی میکنه که یه خانم پیر و بی‌سواده. آخه همیشه به من میگه مامانم مریضه، پدرم سفره. متاسفانه اونا رو توی زلزله بم از دست داده. یعنی پس برای چی به من دروغ میگه؟ یه دروغ کوچولو، برای اینکه از خودش دفاع کنه. وای چقدر وحشت. ببین من با این بچه کوچولو چه جوری رفتار کردم؟ من فقط خواستم کمکش کنم. خدا هیچ قصد دیگه ای نداشتم. وای من چقدر بچه انسان. نه خودتو شماتت نکن، همه ای ما اینجوری بزرگ شدیم. در مورد تو نمیدونم، ولی خود من با این جملات بزرگ شدم که اگه این کارو بکنی وای به حالت، یا حقت بود این بلا سرت بیاد، یا ما این کارو به صلاح تو میکنیم. کلماتی که نه تنها به من کمک نمی کرد، بلکه عصبانی می کرد و یه جوری تحریک هم می کرد که انتقام بگیرم. همیشه پیش خودم می گفتم ای کاش از شما بزرگتر بودم و حقتون رو کف دستتون می زاشتم. ولی باز روز از نو روزی از نو. احتمالا تو هم با همین روش بزرگ شدی و طبعا همون رفتاری رو می کنی که با تو شده. می دونی ما قاضیایی هستیم که بدون اینکه همه چیز رو بدونیم قضاوت می کنیم. آره من هم همینجوری بزرگ شدم. وای نوشین، باید امروز اونجا بودی میدیدی این بچه چه جوری منو با نفرت نگاه میکرد. بابا من یه نفرم، اونا 30 نفر. اگه تنبیهشون نکنم از سر و کولم بالا میرن. هم دروغ گفته بود، هم تقلب کرده بود. ما چی کار میکردم؟ ببین تقلب یک عکس العمل دفاعیه که نظام تربیتی ما باعث اون میشه. بچه مجبور بوده تقلب کنه و از رو دست هم کلاسیش بنویسه، چون اگه این کارو نمیکرد تنبیه بیشتری در انتظارش بود. اصابم خود کردی؟ اونجا رو نگاه کن دیگه نبینم ها. اگر نه پروندتو میدم زیر بغلت، مامانتم خبر نمی کنم، میندازمت از مدرسه بیرون. میبینی؟ در واقع رفتار ما باعث میشه که بچه ها دروغ باید دیگه نبینم مقنعت اینجوری لک داره. خب به نظر من تنبیه مانع از عمل خلاف نمیشه، بلکه باعث میشه فرد خلافکار محتاط‌تر عمل کنه و در پنهان کردن ردپا ماهرتر. بچه که تنبیه میشه تصمیم میگیره دقیق تر عمل کنه، نه درست‌تر و مسئول‌تر. من با یه حرفت موافق نیستم، اینا یه مش تئوریه. ببخشیدا ما که بچه بودیم واسه تنبیهمون کتکمونم میزدن، ولی حالا چمون شده؟ هیچی، سعی و ساله. برای همینه وقتی بچه ها برای درد دل میان سراغ من، شما رو قلبی آبونی صدا میزنن. عوضش تو رو فرشته آسمانی صدا میزنن. مال اینه که شوهر نکردی، بچه نداری، اونم چی؟ 3 تا. یعنی اگه شما شوهر بچه نداشتین فرشته آسمانی میشدین؟ وای 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 از دست زبون تو. بله بفرمایید. چی شده؟ ببخشید یکی از بچه‌ها تو کلاس لوازم آرایش شما گوری کرده. آفرین. بلاوش کی؟ تینا رضایی حتما. میشناسمش. آفرین. چشمم روشن. بفرمایید. برید. برگردین سر بحث. ببین اینا یه مش تئوری نیست. اینا حاصل یک عمر بررسی علمیه. من فکر می‌کنم ما میتونیم روش بهتری رو به کار ببریم. روشی مناسب با بچه‌های امروز. یعنی به جای اینکه شخصیتشون رو خرد کنیم، بهشون پروبال بدیم، احساس خوب ایجاد کنیم. مریم جون باور کن اون وقت درسم بهتر یاد میگیرن. منظورت اینه که من 30 تا بچه رو باید بشناسم و روانشناسی کنم؟ خب این توقع زیادیه، ولی میتونی یه سری مسائل عمومی رو رعایت کنی. یه چیزی رو نمیفهمم.
چرا مینا اکبری راجع به پدر مادرش به من دروغ گفته؟ چرا نگفته اونا رو توی زلزله از دست داده؟ برای اینکه از خودش دفاع کنه. اون ترجیح میده یک مادر پدر خیالی داشته باشه تا یک مادر بزرگ پیر و بی‌سواد. دروغ گفتن بچه‌ها در واقع برخورد با رفتارهای زورگویانه و توقعات بزرگسالانه ماست. میدونی مریم جون، من بچه‌هایی رو میشناسم برای اینکه خبرچینی نکنن دروغ میگن. همه ما تحت شرایط خاصی دروغ گفتیم. خودتو به آخرین دروغی که گفتی فکر کن. چی بود؟ یا دلیل دروغت چی بود؟ برای اینکه وجهه خودتو حفظ کنی یا میترسیدی غرور و اعتماد به نفستو از دست بدی؟ وقتی ما یه دروغ کوچیک و بی اهمیتی از یه بچه میشنویم به شدت عصبانی میشیم، در صورت اینکه باید بیایم فکر کنیم بچه چرا دروغ میگه. در واقعیت اینه که ما اونو در شرایطی قرار میدیم که دروغ بگه، شرایطی که ریشه در ترس کودکان داره، ترس از اینکه محبت معلم یا والدینشون از دست بدن، یه مورد توجه قرار نگیرن یا حتی تنبیه بشن. من باید برم. نتیجه بحث و گفتگوی کلاس 3-3 بمونه برای فردا، مخصوصا مینا اکبری. کاش میگفتی برم مسافرت یا اینکه عروسی کنم. حالا شما عروسی کردین؟ سوال خصوصی داشتیم؟ تو رو خدا بگین. نه، عروسی نکردم. پس بیاین زنموی ماشین. تا خانم بیه زنده شما. ای بابا، بیاین برای ما بشی. خیلی خوب، عروسی نکردم ولی نامزد دارم. خوشبال نامزدتون خانم، که اینقدر خوشگل و جذابی. خیلی ممنون. خب، دوست دارین امروز چیکار کنیم؟ ای بابا، من فقط 30 سالمه، میلیون تا خاطره که ندارم، همه رو براتون گفتم. مگه سریال شب‌های برره است که تکراری داشته باشه؟ ای شیطونم، معلومه که همه تون این سریال رو نگاه میکنی. مینا جون، تو چطور نگاه میکنی؟ خانم من نگاه نمیکنیم، اما بچه ها برامون تعریف میکنن. خانم باباشو نمیذاره نگاه کنه. تو هم مثل دخترای خوب گوش بید. حالا چرا نمیذاره نگاه کنی؟ میگه بعد آموزم. باریکلا، به تو که حرفشو گوش میدی؟ همچین گوشم نمیده، بالاخره یه راهی پیدا میکنم. مثلا چه راهی؟ خانم اجازه، مثلا به مامان باباش کلک میزنه که بره سر کوچه نون بخره، اما میاد خونه ما تکرارشو میبینه. خانم بعضی موقع هم خونه ما زنگ میزنه، من گوشه رو میز تلویزیون میزنم، اون گوش میده. سریال تلویزیون رو گوش میده؟ بله خانم. اون وقت بابات نمیگه چرا انقدر پای تلفنی؟ نه، یه دروغی سرهم میکنی. مثلا چی؟ مثلا میگین که سال علومی آدم مرفته یا داریم به دوستمون دیکته میگی. یعنی بابات نمیفهمه؟ نه. چرا یه روزی؟ باز که پای تلفنی؟ دارم دیکته میگم. به کی؟ به دوستم شهناز. گوشی رو بده، میخوام باهاش حرف بزنم. مگه با تو نیستم؟ گوشی رو بده، میخوام باهاش حرف بزنم. وای آدم کتک، وای به روزی که به من دروغ میگی؟ بازم از توشی تلفون برنامه مسخره رو گوش میگردی؟ بعدش چی شد؟ بعدش از اون موقع پروژه های نون خریدن، دفترم جامونده، شیر خریدن رو شروع کردم. فکر میکنی کار درستی کردی؟ نمیدونم، من که دروغ نمیگم، دارم کلک میزنم. برش هم میری جهنم. دروغ مصلحتی گفتن و کلک زدن جهنم نداره که. خانم آدم که دروغی بگه میره جهنم. مگه تو هم دروغ میگی؟ خیلی نه، یه بار دروغ گفتم گندش در اومد. خب برامون تعریف کن. خانم آخه آبرون میره. تقصیر خانم ریاضیمون بود. چطور؟ لومون داد. چجوری؟ خانم سر کوچه همون یه مغازه دوچرخه فروشی بود، حسابی عاشق یه دونه از این دوچرخه ها شده بودم. هرچی هم به بابام میگفتن میگفت نه که نه، باید ریاضی تا 20 شیتا برات بخرم. آخه میدونین خانم کیه؟ من اصلا نمیدونم ریاضی ما 20 شیم.
یه روزم خانوممون با ورقای امتحانی اومده بود سر کلاسمون. وایدل تو دلم نبود که ببینم نمرم چند شده. بچه ها یه تعدادیتون زیر 12 شدین. چرا اینقدر کلاس شلوغه؟ بعد از این هفته، هفته دو روز، هفته صبح بیاین براتون کلاس های تقویتی گذاشتیم. چه زود، هفته صبح. بله، هفته صبح، مخصوصا شما. بیست شدید. خب، میرسیم به شادی خانم. شادی خانم، شما 9.5 شدی. ولی من با ارفاق بهت 10 دادم. اما اگه یک بار دیگه اتفاق بیفته از ارفاق خبری نیست. با هم بیست شدید. بچه ها آره. برداتونو میدیم والدینتون امضا میکنن برای من میاد. شادی دخترم بیا از خونه بخور. چشم. ببین خانم اینجا چی نوشته؟ نوشته برای بافتای فرسوده تهران میخوان اوراق مشارکت بفروشن برای نوسازیشون. فکر خوبی ها؟ بله، من شما تو بغل نمیذارم. حتما تو جلسه اینو مطرح کنم. شاید یه سری از اوراق خریدیم. تهران که ماشاءالله همه جاش فرسوده هستی. بابا بعد قولی که دادی عمل کنی. چه قولی عزیزم؟ دوچرخه. این غلام 20 گرفتی؟ آره تو ریاضی؟ یه 20 کله گنده. قربونت برم من. چشم. فردا بعد از مدرسه میریم وسط دوچرخه می‌خرم. فقط دلم می‌خواد به بابات قول بدیم بزرگ شدی عین بابات مهندس بشی. اون موقع وسط ماشین می‌خرم. قول میدی؟ باشه. قربونت برم من. بده من یه کیک دور. مامان خانممون گفته که کسایی که 20 شده هفته صبح بیان به بچه هایی که یه ذره یادیشون ضعیفه درس یاد بدن. البته قربونه تو برم مامان. بیا پس کیک تو بخور با شیر کاکائو تا چی؟ قوی بشی. راستی مینو زنگ زده. خب گفت که چهارشنبه شب که بریم خونهشون. خب فقط من مشکلم شادیه. زنگ بزنم هاجر خانم؟ بزن. چطوری؟ چرا؟ از دست این دختر دروغگو. چی شده؟ از مدرسه‌اش زنگ زدن. ریاضیش شده 9.5. یعنی چی؟ تازه با ارفاق بهش 10 دادن. یعنی چی؟ هیچی اومده به شما دروغ گفته. گفته 20 شدن. امضاش هم زده پای ورقش. برو تنبیه شو. من نمیدونم. من دیگه خسته شدم بابا. حالا کجاست؟ تو آدم باشه. بابا چشم روشن. چشم روشن. دختری دروغگو. خلاصه خانم آبروم رفت. از اون روز به بعدم هرچی به مادر و پدرم میگم فکر میکنن دارم دروغ میگم. تازه خانم دوچرخمونم پس دادن. چرا دروغ گفتی؟ آخه خانم خیلی اون دوچرخه رو دوست داشتم. بابام هم هی برای من شرط میذاشت. میگفت اگر 20 نشی برات دوچرخه رو نمیخوام. خانم حداقل اگر 15 بود شاید میتونستم، ولی 20 برای من خیلی زیاده. خانم میدونین چیه؟ من اصلا استعداد ریاضی ندارم، ولی عوضش هم نقاشیم خوبه هم همیشه دیکته هم 20. ولی خانم پدرم میگه باید حتما ریاضی 20 شه، چون در آینده میخوای مهندس بشی. خانم تا حالا نشده یک بار بشینه با من ریاضی تمرین کنه. تازه خانم ثانی هم بد اخلاقه، هم با من خیلی لجه. خانم من یه بار یه دروغی گفتیم هیچ هم لو نرفتیم. به به، میبینم همه یه دروغگویان عالم اینجا جمعن. آره پس چه خانم بسید که من دروغگوی بزرگی من. باریکلا مینا جون، شما چطور؟ خانم اون که همه چیش چاخانه. مینا تو هم دروغ میگی؟ آره آره آره. خانم به خانم سانه دروغ گفته بود که من ریاضیمو خودم نوشتم، اما از روی دست یکی از دوستاش نوشته بود. فوزول رو بردن جهنم گفت هیزومش تره. نه خیلی دروغ رو بردن جهنم. تو مربوط نیست. تازه خانم بخاطر اینکه تنبله میخوام ببرنش کلاس دوم. بچه ها
مینا اصلا قرار نیست بره کلاس دوم. خانم سانی با من حرف زد، قراره که مینا جون بیشتر سعی کنه و مسائلش رو خودش حل کنه. منم با خانم سانی صحبت میکنم که با مینا جون بیشتر کار کنه. خانم خب نمیشه شما با من ریاضی کار کنید؟ چرا نمیشه عزیز دلم؟ خانم اگه اینطوریه با منم ریاضی کار کنی من از مینا اون دروغگوترم. جدی؟ بله من روزی 10 تا دروغ شاخدار میگم. حالا واقعا آدم شاخ در میاره؟ بله اونم شاخهای گنده. این که هنر نیست، هم کار بد میکنی هم پوزشو میدی. چه خوب است در زراستی اسب تازیم و صداقت دور شویم و خدعه و نیرنگ سازیم، اندکی خجل شویم و شرم کنیم، بر دروغ و جهل خود دیگر ننازیم. بچه های گلم، هیچی بهتر از راستگویی نیست. خانم اجازه، اگه راستگوی ما باعث بشه یه نفر کتک بخوره اون وقت چی؟ منظوره چیه؟ خانم آخه ما دیروز یه دروغی گفتیم، هیچ هم ازش ناراحت نیستیم. دوست داری تعریف کنی؟ نه، بعداً بهتون خصوصی میگم. برش هم میبرن جهنم. هیچ هم نمیرم جهنم، چون من یه دروغ مصلحتی گفتم. خانم عزیزه، منم یه دروغ مصلحتی گفتم. میخوای بگی یا بعداً میخوای خصوصی بگی؟ تعریف میکنم. خب، بگو. خانم من عاشق جمع کردن آدامسای ناز، خوشگل، ما رنگ و رنگ و جور باجور هستم. آخه فکرشو بکنید، آدامسا رنگ و رنگ و خوشگل و ماها جمع کنید بغل هم دیگه. چیکار میگردی؟ داشتم کشم و مرتب میکردم. فکر کنم یادت رفته این هفته پول تو جیب مریم رو بهش بدی. نه اتفاقا دیروز بهش دادم. اه پس چرا امروز از من پول خواست؟ اتفاقا منم میخوام. تو دیگه چی میگی؟ اینقدر به اون سیب زمینی ناخونک نزن. چی خب منم پول لازم دارم. تو که بهش ندادی؟ نه گفتم اول از تو بپرسم. تو اتاقش این رفتم در کشوشو بس و قفلش کرد. من یه چیزی توش قایم کرده. آره منم فکر میکنم یه چیزایی میخره اونجا قایم میکنه. نمیدونم چی تو اون کشوه که نمیخواد من ببینم. خب یعنی چی؟ ما نباید بفهمیم که چی اون توه؟ ما سلامتی پدر مادرشیم. آخه چطوری؟ نمیشه که بهش زور گفت. میشه هم بهش گیر ندین؟ شما لطفا دخالت نکنید. بفرمایید. خب بالاخره باید بفهمیم کلیدشو کجا میذاره؟ فکر کنم با خودش میبره مدرسه. من چند دفعه اتاقشو گشتم. من پیداش میکنم. یه لغمه برام گرفته بودی. خب بشین چاییتو بخور. نمیتونم دیرم شدم. تا دختر گلم یه لغمه بخوره ما مردم میریم ماشین رو گرم کنیم. سلام. صبحت بخیر. سلام. مریم خانم میشه به مادرت بگی پول برای چی میخواستی؟ بابات که میگه پول تو جیبی تو قبلا گرفتی. راست میگم یادم رفتم دیگه نمیخوام. من میدونم هر چی که هست مربوط به اون کشوه. کدوم کشو؟ همونی که درش همیشه قفله. چی اون توی که نمیخوای من بدونم؟ هیچی. نمیخوای به مامی بگی؟
با من هیچی نیست. اگه منو دوست داری بگو. راستش مامی من میخوام که بلوجو بیامو جمع کنم و بریم وسایل باربی بخریم. خداحافظ. اینطوری شد که دروغ گفتم. خانم اون کشو منه، دوست ندارم کسی بفهمه تو اون کشو چیه. اگه میدیدن چی میشد؟ منظورم اینه که اگه راستشو میگفتی چی میشد؟ پول تو جیبی ما قطع میکردن، دعوا میکردن، به من میگفتن تو دختر بیعقلی که آدم جمع میکنی. خانم مگه من کشوی بابامو باز میکنم که اون میخواد کشوی منو باز کنه؟ ولی خانم من که شاید مستوالت مامانم باز میکنم چون اصلا گفت نیست. خانم اجازه من وقتی مامانمو خونه نیست کفشای پاشنه بلندشو پامون میکنم. منم لاکاشو میذارم به دستم. خیلی خب بچه ها شیطونی بسه، ما داریم بحث جدی میکنیم. خانم از وقتی که ما میرسیم خونه انقدر خسته ایم، وقتی که مامانم ما رو صدا میزنه برای کاری ما خودمونو به نشیدن میزنیم. این دروغگویه. نمیدونم خانم، ولی با علکی بگی باشه، ولی اصلا انجام نمیدی. هیچ کس هم بگی. خانم اجازه، ولی من یه دروغ گفتم و حسابی به خاطرش تنبیه شدم. جدی؟ بله خانم، آخه میتونین همش تقصیر مامانم بود. یه روز خانم همسایه اومد خونمون. سلام علیکم، حال شما خوب هستی؟ بفرمایید تو. قربان شما زحمت نمیشم، دیر کردم. خواهشم دکتر، حوصله‌اش سر میره. اگه ممکن چند ساعت پیش شما باشه عصر بیام ببرم. خواهش می‌کنم، واسه خیلی خوشحال میشه. سلام دخترم، خوبی؟ موضوع بخواید به شیطان نکنی. قربان شما، با خدا. خدا. خوبی؟ بله. من دفتر نقاشی مو بردم که با همه نقاشی باشی. باشی کسب کنم، اول شعرم رو حفظ کنم، بعد با همه نقاشی باشی. فرشته بیا اینجا بشی. خوب خوب بشین بچه جون. فرشته جون چیزی میخوری از دم؟ نمشت. خب ببین من یه نقاشی دارم باید پاش کنم تو میشه. باشی. من نمیخوری. چه خوشگاه فردوسی پاک زاد که رحمت در آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کشد که جان دارد و جان شیرین خوش است. مامان ببین درست حفظ میکنم یا نه؟ بگو. چه خوشگاه فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیری خوش است. مامان نگاه کن دیگه. دارم نگاه میکنم. گرفتم ز جان ناتوانه هر بسی تفهیم. مامان نگاه نمی کنی ببین. اه؟ چرا اینجوری میکنی؟ تو اصلا به من اهمیت نمیدی. منم حفظ نمی کنم. خب ببینی نقاشیام چطوره؟ خوش میکنه، خوش میکنه بابا مامانه. آفرین آفرین. دوباره کرد. فرشته میذاریش نقاشیات بمونه؟ باشه، ولی فردا میام میگیرم. باشه. سلام دختر گلم، چطوری؟ من بابایی ببینید چه نقاشی قشنگ کشتم. نه ببینید سب کن بذار که تو من. نه الان ببینید چه نقاشی قشنگ کشیدم. من از دست تو پریسا، سب کن ببینم. دختر گلم چه کشیده. میگم پریسا همه این رو خودت کشیدی؟ بله. آفرین.
سلام علی. سلام. حال شما چه؟ صبر کن دخترم، چرا اینجوری؟ من نمی‌خوام. بذار مامان نقاشی تو. حالا بذار مامان نقاشی تو ببینم. اینا یه قصه نگاه کن. دیدی نقاشیشو؟ ببینم والا. خب من زنگ بزنم. یادم رفت. اینکه نقاشی فرشته دختر سلام مجدیه. خیلی بدید. وایسا ببینم دختری دروغگو. اون شب یه ساعت گریه کردم، شامم نخوردم، پولیم دعوام کردم و به من گفتن دروغگو. در حالی که من میخواستم اونجوری که مامانم از فرشته تعریف میکنه بابامم از من تعریف کنه. میخواستم هر دوش منو دوست داشته باشن اما نشد. خانم ما انقدر دروغ گفتیم که ازمون تعریف کنن، اصلا نبودن رفتیم خانم تعریف کنم. حالا میخوایی این دروغ مسلحتی تو برای من تعریف کنی؟ بله خانم. قربون شکلت برم. بیا یا علی بشین بازی تو بکن. مجید یادت نره امروز زود بیا یا بیا ماما. بیا عزیزم نشین رو اینا. امروز نمیتونم بیام، الان یادم اومد کار دارم. یعنی چی؟ نمیتونم بیام. معجزه که نمیتونم بکنم. این دو روز ساعت 4 بیا، من برم اینا رو تحویلشون بدم برمیگردم. ببینن من میتونم این کارا رو انجام بدم. تو میتونی بابا، تو میتونی. تو میتونی جهنم درست کنی، تحویل درست کنی، دفترش هم ادامه بده. خاطر خونه نمیذاری بیرون آقا. کارو میدم به یکی دیگه. میدم به یکی دیگه به درک. راحت میشم از شهر تو با این کارات، با این پارچه و قرقره و بزک و دوزکی که آن دختی. یه هفته است دارم زحمت میکشم مجید، خرجیم کم میاد. به تو چه خرجی؟ به تو چه؟ نمیری بیرون یک کلمه. نه یه من میرم. چیکار میکنی؟ من قول دادم. چی گفت؟ نه قول فهمیدم. بعد اینجوری پر چشات برام نگو. چیکار میکنی؟ این بچه رو میذاری خونه تنها میخوای بری؟ نسرین که بچه نیست، درزه رو نگه میداره. من نیم ساعته میرم. نمیری بیرون یک کلمه بیا. یک کلمه نه جون نسرین اصلا بزن. کار دارم خب نمیتونم همین بری بیرون میزنمت خونه ای. بدخمی نکن. بدخمی میکنم نه دیگه. چرا دیگه نمیخوام تو کمک خرج من باشی. تو خب اینطوری که نمیشه. چطوری میشه بشینیم درست حسابی صحبت کنیم. الان حرف بزن. بفرم. صبح شما صحبت بفرمین چی میگی؟ تو میخوای من پول در بیارم یا نه؟ نه والا نمیخوام تو پول در بیاری. خرج مدرسه این بچه رو کی بده؟ پولم کردی تو؟ رو خدا مدید من از تو این بچه دومت بیزارم. نمیخوام بیار شدی بس کتل خوردی. بیار شدی. من نمیخواستم این زندگی رو اینجوری. تو کردی. نمیخواد این پول تو به درد قرقره و نخ و کوک و دوکت میخوره. به حضرت عباس با تو از خونه بزنی بیرون زدمه. یک کلمه برو خدا مدی میای یا نه؟ پدر سگ برو خدا بیا نیا من میرم. آن تو بزنی از خونه نزد کشتار مامان کجا میری؟ مامان ساعت 4 شده بابا نیومده. من میرم اینا رو تحویل میدم برمیگردم. باشه مامان. مواظب خواهرت باش. من زود میام. مامان نرو. بابا کتکت میزنه. مامان این حرف چیه میزنی؟ بابا شوخی میکنه. من میرم زود برمیگردم. باشه. مامان نرو. الو. سلام مامان تو صدا بزن کار داره. نسرین نشنیدی؟ بله بابا. میگم مامان تو صدا بزن. آخه چیه په؟ مامان داره درسا رو میخوابونه، وقتی خوابید میگم به شما زنگ بزنه. نمیخواد. حالا خودم بعد از زنگ میزنم. خداحافظ. خب خانم شما به من بگی من کار بدی کردم که به بابام دروغ گفتم؟ آخه خانم اگه نمیگفتم شب مامانم رو کتک میزد.
بذار فکر کنم بعدم بهت میگم. خانوم به خاطر دروغی که گفتم منو جهنم میبرن؟